اما آقای مستاقی یه ماجرای دیگه ای که خیلی میگن نمیدونم قرار بوده که تا آخر فوریه این 8 نفری که در جورجتان نشستن روز جمعه قضایی و گفتن که یک منشوری رو تا آخر فوریه بیرون میدن، اما ظاهرا میشه که اختلافاتی هست و هنوز به توافق نرسیدن. البته آقای حامد اسماعیلیون تو اون گزارشی که در مورد استعفاش میده گفته که پنجشنبه یا جمعه حد اکثر این منشور بیرون خواهد آمد. میخوام نگاه شما رو بپرسم به این ماجرا. بله، خب من امیدوارم که این منشور بیرون بیاد و امیدوارم که ببینیم محصول کار اینها چیست و به نظر من بایستی اول توجه داشته باشیم که خب کسانی که در این تلاش شرکت داشتن چه تحرکاتی بعد از اینکه این منشور بیرون اومد خواهند داشت. من فکر میکنم یه مقداری که این موضوع به دستانداز خورده به خاطر حضور آقای عبدالله مقتدی است و اینکه ایشون خودش به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره و مشکل برمیگرده بخشیش به احزاب کرد، چون ایشون توی مرکز احزاب کردستان هم هستن، مرکز هماهنگی، و ما دیدیم در طول هفته های گذشته هماهنگی عجیب و غریب حزب دموکرات کردستان و بخشهایی از همین گومله با مجاهدین. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که راهی که اینا در پیش گرفتن به طور قطع و یقین به هم نزدیک میشن و قبلا راجع به این صحبت کردم و این احزابم به نظر من غالبنشون اینا آدمای باثباتی نیستن و اینها به سرعت میتونن جای دوست و دشمن رو تغییر بدن. ما اینو تو تاریخ احزاب کرد دیدیم و شما اگر ملاحظه بکنید اینا کسایی بودن که به مجاهدین میگفتن کردکش و تو اون قضیه عملیات مروارید و چه داستانهایی میگفتن و تو میگفتن که نه مجاهدین کردها رو زیر شنی تانک له کردن و از این داستان. امروز برید نگاه کنید همونا میگن که بله مجاهدین تنها نیرویی هستند که حقوق خلق کرد رو به رسمیت شناختن و داستان رو کاملا چرخوندن در عرض. خب من ازشون من به هیچ ببینید برای من اصلا عجیب چیز عجیب و غریبی نیست و بارها بارها ما اینا رو از اینا دیدیم و متاسفانه هم باز میتونه تکرار بشه. من اینو قبلا هم میدیدم در ارتباط با اینها و شما اگر نگاه کنید آقای بهبهانی من براتون یه دو تا عکس فرستادم خدمتتون، اگر ملاحظه بکنید شما اگر اینو نشون بدید جالبه، ببینید فرقه رجوی چجوری داره برای اینها تبلیغات میکنه و داره برای اینها مثلا صحبت های آقای حسن شرفی یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان رو علیه شاهزاده رضا پهلوی و علیه در واقع تلاش های ایشون رجوی و فرقه رجوی داره همه اینها رو به نظر من داره پخش میکنه و اسنادش هست، مدارکش هست، شواهدش هست و میتونید توی سایتشون ببینید. من مطالب متعددی تو این زمینه دیدم و حتی میدونید که توی بروکسل نشستی داشتن مجاهدین تحت عنوان جنبش زنان و مریم رجوی از طریق ستلایت ماهواره صحبت داشته و در اونجا حزب دموکرات و کردها حزب دموکرات شرکت داشته، کردها با پرچم به اصطلاح کردستان تو اونجا شرکت داشتن. آقای بهبهانی من برای شما فرستاده که اینو همه اگر پخش کنید خوب که بر دوستان ببینن اینا رو و
ملاحظه کنید ببینید که چه هماهنگی وجود داره. من قبلا هم خدمتتون گفتم و اینکه اینها مشخصا با همدیگه نزدیک شدن طبیعی هم بود و میبینید که این افراد که اتهامات عجیب و غریبی به همدیگه میزدن و فرقه رجوی اونها رو خائن میدونست و حزب دموکرات رو به خیانت متهم میکرد و کردها رو به خیانت متهم میکرد، امروز شدن دوست و رفیق همدیگه، امروز شدن یار و متحد سیاسی همدیگه و متاسفانه میگم این زد و بندها در میان احزاب کرد به شدت رایج بود. فقط هم این نیست، شما حزب کمونیست کارگری رو هم بله این اگر ملاحظه کنید مجاهدین اگه بالاشو بیارید آقای بهبانی اینو پایین اگر بیارید میبینید که این سایت مجاهدینه این رو پخش کرده، همین شخصیت های کرد هستن و آقای بهبانی اگر اینو پایین بیارید نشون میده بله حالا تو تصویری که من میبینم پیدا نیست من. خب پس و بعد غیر از این شما میتونید اونو که عرض کردم نه پرچم کردستان رو آقای بهبانی لطف کنید اگر اون رو نشون بدید، چون اگر من صحبتم بگذرم دیگه فایده ای نداره نشون دادنش. بله و در واقع این نشون میده هماهنگی اینها رو با هم دیگه و اینکه خب فرقه رجوی هم اساسا هیچ پرنسیبی نداره و میتونه هر کاری بکنه، میتونه هر به قول معروف خیانتی بکنه. خب شما ملاحظه کنید این مراسم مجاهدینه و این کردهایی است که در اونجا هستن، ببینید با پرچم کردستان. این که میگم اینا هم دستن یک اتهامی نیست و برید نگاه کنید، حالا از این برید اونورتر شما نگاه کنید مذاکراتی بوده بین حزب کمونیست کارگری و حزب دموکرات کردستان ایران. اگر نگاه کنید شما حملاتی که پیش از این حزب کمونیست کارگری علیه حزب دموکرات کردستان داشته تحت عنوان ناسیونالیست های شومینیست و دیگه چیزی نمونده که باره اینا نکنه، ولی خب اخیرا به خاطر ضدیتی که اینا با شاهزاده رضا پهلوی دارن به هم نزدیک شده. یعنی نکته ای که اینا رو به هم بحث کرده، یک به قول اینها حزب ناسیونال شوینیست رو به یک حزب مدرن پیشروی کمونیسم جهان وطنی و و و و و چیه شاهزاده رضا پهلوی. یادتونه قبلا من هفته گذشته در پاسخ به آقای بابک یزدی همین مسئله رو که یکی از اعضای حزب کمونیست کارگری بوده همین مسئله رو عنوان کردم، گفتم حتما به این راه خواهید رفت و این تازه از نتایج سحر است و شما اینو می‌بینید. و یادتون باشه حزب کمونیست کارگری کسانی هستند که قبلا در حزب کمونیست ایران بودند، یعنی اینها گروه سهند بودند و این گروه سهند و کومله با همدیگه ادغام شدند و تشکیل حزب کمونیست ایران دادن و بعد فرمان برای نابودی بورژوازی در کردستان، جنگ داخلی که با تئوریزه کردن اونها بین کومله و دموکرات در اون موقع در کردستان دامن زده شد و میدونیم که بسیاری از دو طرف به خاک و خون کشیده شدن، صدها نفر از این طرف و صدها نفر از اون طرف، یعنی بسیاری از خون خانواده های کرد رو شما ببینید، میبینید مثلا یک بچهشون رژیم کشته، یک بچهشون حزب دموکرات کشته، یکیشون مثلا کومله کشته. شما میتونید برید اینا رو نگاه کنید و این سوابق یعنی وجود داره و در تاریخچه اینها و در سوابق کاری اینها. بعد ببینید حالا میرن همون هایی که اون همه داستان داشتن فقط سر یه قضیه، ضدیت با رضا پهلوی و ضدیت با تلاش هایی که صورت میگیره چجوری با هم وحدت میکنن. حالا من امیدوار حالا باید شاهد باشید ببینیم وحدت مجاهدین با حزب کمونیست کارگری از توش چی در میاد. ببینید
این واقعیت، یعنی شما با شعر و شعار نمیتونید زندگی کنید. برای همین عرض میکنم که به محض اینکه وارد یه داستان و یک مسیری بشید، یه حتی تش برید. این چیزیست که همه ما باید بهش توجه کنیم. خب به خاطر این مشکلات هست که کردها، خب الان احزاب کرد اگر نگاه کنید با دشمنی که با شاهزاده رضا پهلوی داشتن، که حتی حاضرن با مجاهدین برن با اونها، نه خب این تناقضی است که آقای عبدالله مهتدی هم در اون گرفتاره، و من فکر میکنم امضایی که میخوان بکنن بایستی یه جوری ایشون بکنه. ببینید، و اینکه حالا چطوری میخواد این کارو بکنه من نمیدونم، چون ضدیت عجیب و غریبی هم مصطفی هجری هم حسن شرفی و هم تو فضای مجازی نگاه میکنیم با ابتکارات شاهزاده رضا پهلوی اینها انجام دادن، و بعد نزدیکیشون به مجاهدین، حالا چجوری آقای مهتدی میخواد اینها رو جمع جور کنه من نمیدونم. ولیکن من فکر میکنم که ببینید، غیر از این یه مشکل بزرگی که و این الان دامنگیر همین ائتلاف جورج واشنگتن هم شده، من فکر میکنم ببخشید دانشگاه جورج تاون هم شده، من یه موضوعی که دارم میبینم، خب خیلی از این نیروهای بایستی توجه داشته باشیم. غیر از اینها تلاش های دیگه ای هم صورت گرفته در طول این هفته، اگر ملاحظه کرده باشید، اعتقام در واقع به نوعی همکاری یا ائتلاف شورای تصمیم، شورای ملی تصمیم، شورای گذار با حزب مشروطه است. خب که منجر شد به برکناری آقای حسن شریعت مداری از شورای گذار، از دبیر کلی شورای گذار. خب این نشون میده که خود همین شورا با شکست مواجه شده. ولی نکته بعدیش اینه که خب ظاهرا اینا در تلاشی که دارن میکنن برای یه نوعی از ائتلاف و اتحاد، برای اینه که برن توی همین داستان جورج تاون. و خب آقای حسن شریعت مداری نمیتونست که در جورج تاون که میرید بعد در یک اقلیم دو پادشاه نگنجد. اینه که به نظر من باعث شده که ایشون برکنار بشن، چون و اگرچه ایشون خودشون رو نماینده جمهوری خواهان میدونن و اینها، ولی خب امیدوارم برن مال خودشون رو درست کنن، یه جایی درست بکنن. من که همیشه گفتم خوبه که هر کسی که فکر میکنه بره و اون چی رو که در ذهن داره پیاده کنه و یک چیزی ارائه بده، و بعد معلوم بشه که اون طرحی که داره چقدر خریدار داره و چقدر قدرت مارکتینگ داره و چقدر مورد توجه قرار میگیره. ملاحظه میکنید اینا چیزایی است که خیلی خیلی مهمه، و من فکر میکنم موضوع در به این سادگی جمع و جور نمیشه. حالا آقای حامد اسماعیلیون که در واقع دائم میگفتن ایشون که سیاسی نیستن، نمیخوام باشن، دادخواهن، میبینیم امروز که ایشون سیاسی شدن و لباس دادخواهی از تن در آوردن، و درست برعکس اون چیزی که در ماهای گذشته مطرح میکردن و یا در سالهای گذشته که ایشون دادخواهن و مطلقا نمیخوان وارد مسائل سیاسی و اینها بشن. ولی خب حالا آدم میتونه همیشه نظرش عوض بشه و میتونه تغییر کنه. من امیدوارم که این تلاش ها به نتیجه برسه، اگرچه من نظر خودم رو همون ابتدا به ساکن مطرح کردم و با توجه به شناختی که داشتم گفتم که بعید میدونم چنین تلاش هایی علارغم همه خیرخواهی هایی که ممکنه بشه به نتیجه برسه، چون موزل و مشکل ایران این نیست و اونها راه اشتباهی رو میرن، کما که آدمایی که هم اینجا وجود دارن ارزیابی های اشتباهی از خودشون دارن. شما اگر ملاحظه کنید در همین هفته گذشته خانم مسیح علی نژاد یک اطلاعیه‌ای دادن و جوانان و پسران رو فراخوان دادن که روز شنبه به سر کلاس ها نرن. خب ببینید آقای بهبهانی، این نشون میده که ایشون جایگاه خودشو گم کرده و ایشون نمیدونه که
در محلی قرار نداره، در جایگاهی قرار نداره که فراخوان بده، و خب میبینید مورد تمسخر واقع میشه، کسی جدی نمیگیره و این از وزن و شأن کم میکنه. نه اینکه ایشون، ایشون میگه اگه من داده بودم هم کسی تره خورد میکرد، نه نه اینکه به ایشون نمیکنه، ولی لااقل من حد و حدود خودم رو میدونم، میدونیم انواع و اقسام سرویس ها رو هم ایران اینترنشنال در اختیارشون قرار گذاشت ولی نشد. و بعدم نمیدونم اخبار دیگری که ایشون انگار که اخبار از جای ویژه میگیرن که ما نمیفهمیم، که نمیدونم سران کشورها میخوان این داستان چیز رو محکوم کنن، چی اسمش، مسمومیت ها رو. میبینیم اتفاقی نیفتاد، باز دوباره سرتیتر اخبار ایران اینترنشنال مثل اینکه با هم یه قراردادی دارن که ایشون هر چی میگه اونا بکنن تیتر خبری. خب شما ملاحظه کنید این دوتا خبر کافیه نشون بده که یکیش در بود ملی ایران، یکیش در خارج، که ایشون در واقع به نظر من دارای وزن و جایگاهی نیست، ولی خودش دچار توهم شده و این خوب نیست، برای خود ایشون هم خوب نیست، چون باعث میشه توانایی هاش هم در سایه قرار بگیره و باعث میشه توانایی هاش هم زیر سوال بره و نه تنها نقش مثبت نداشته باشه، نقش مخرب داشته باشه. این حالا من از چند سال پیش نسبت به ایشون گفتم، ولی شما میتونید این رو الان ببینید. حالا من امیدوارم چون میدونید که این تلاش ها به نتیجه برسه، ولی اگر کسی فکر میکنه، اگر کسی فکر میکنه این نشست جورج‌تاون نمیدونم گره بخوره با نمیدونم دیداری که خب خانم گلشیفته فرانی با برنارد لوی داشتن و قبلا مسیح علی‌نژاد از طریق ایشون رفته پیش مکرون و اینا، به جایی میرسه، نه من بعید میدونم و اینها آب در هاون کوبیدن.